صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز 29 مهر 99 منتشر کرد گفت ذخایر ارزی قابل دسترس رژیم ایران که در سال 2018 حدود 121.6 میلیارد دلار بود در سال 2019 به 12.7 میلیارد دلار سقوط کرد. این افت در سال 2020 نیز ادامه داشته و ذخایر ارزی قابل دسترس رژیم ایران به 8.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است موجودی بودجه رژیم در سال 2018 6.1% سرانه داخلی بود، در حالی که این موجودی امسال به -0.5% سرانه داخلی افت کرده است. قیمت کالاها برای خریداران در سال 2019 41% رشد داشته و سپس در سال 2020 بیش از 30% دیگر رشد داشته است. پیش بینی می شود که این رشد برای سال 2021 نیز همچنان با همین میزان 30% ادامه خواهد داشت. رشد درآمد سرانه داخلی رژیم ایران در سال 2019 -6.5% و در سال 2020 -5% ارزیابی شده است. رشد بیکاری در سال 2019 در ایران به 10.7% و در سال 2020 به 12.2% رسیده است.